دوتا هورمون مهم داره که با هم بررسی کنیم. یکی هورمون میاد به نام پاراهورمون، هورمون که من اینجا بکشم پاراهورمون. یک هورمون دیگری هست به نام کلسیتونین. کلسیتونین. خب این پاراهورمون باعث افزایش سطح کلسیم خون میشه و این پاراهورمون کلسیتونین باعث کاهش سطح کلسیم خون میشه. درسته؟ این باعث افزایش میشه، باعث کاهش. پاراهورمون تو کجا ترشح میشه؟ اگر توجه کرده باشه، اگر یادتون باشه، قده تیروئید، اگر یادتون باشه، دو تا لوب داشت دیگه، حالا یه قسمت پیرامید داشت، اون رو بگویم کجا بود، دو تا لوب داشت، درسته؟ دو تا لوب. تو قسمت خلفی لوب ها دو تا قده وجود داشت، بهش میگن قدرت پاراتیروئید، اطراف تیروئید. دو تا بالا پایین لوب راست، دو تا بالا پایین لوب چپ. اینا ترشح چی میکردن؟ پاراهورمون میکردن. پاراهورمون میرفت فعالیت استوکلاست ها رو زیاد کرد. وقتی استوکلاست ها فعالیتشون زیاد میشد، در نتیجه دیمینرالیزه میشد، املاح معدنی برداشته میشد، کلسیم خون زیاد. چون گفتم کلسیم فوق العاده مهمه، اما همیشه باید کلسیم خون توی یک مقدار ثابتی باشه. اما کلسیتونین چیکار میکنه؟ کلسیتونین بس این باعث افزایش فعالیت استوکلاست. کلسیتونین دقیقاً برعکس، یعنی فعالیت استوکلاستاش رو اینهیبیت می‌کنه، میشه فعالیت باعث فعالیت استوکلاست ها میشه. وقتی استوکلاست ها فعالیتش متوقف بشن، استوکلاست ها میان فعالیت میکنه. اما یه تفاوت دیگری وجود داره. بس با تاثیر استوکلاست ها این کار انجام میدن جفتش، اما یه تفاوتی وجود داره. دقیقاً برای کلسیتونین روی استوکلاست ها رسپتور وجود داره، ولی پاراهورمون اول میره تاثیر میذاره بر چی؟ بر استوبلاست ها. و این استوبلاست ها عواملی ترشح میکنن که تاثیر میذارن رو استوبلاست ها. پاراهورمون مستقیم نمیتواند به صورت مستقیم تاثیر بذاره بر چی؟ بر استوبلاست ها. بعد به صورت مستقیم تاثیر بذاره بر استوبلاست ها. اینجا خدمتتون عرض میکنم اون شاخص هایی که وجود دارن، من اون شاخص ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اگر پیدا میکنم که اینجا رو پیدا میکنم برده بشه. خب این شاخص هست. بس کلسیتونین مستقیم بر استوکلاست ها تاثیر میذاره و به این صورت کنترل میکنه. چرا میگه آقا تخریب کم کن، تخریب دیگه نکن، میزان سطح کلسیم خون به حد کافی هست، بذار استخوان سازی کن، بذار کلسیم ها برن بشینن تو استخوان تا میزان کلسیم خون بیاد پایین. ولی اگه کلسیم خون پایینه، پاراهورمون میره استوبلاست ها میگه کلسیم خون پایینه. استوبلاست ها یه سری عواملی ترشح میکنن، تاثیر میذارن بر استوکلاست ها. استوکلاست ها شروع میکنن تخریب کردن استخوان، کلسیم آزاد میشه میره تو خون، میزان کلسیم خون میبره بالا. این عواملی که ترشح میشه، یکی از مهمترین عواملی که هست به نام ام سی، خدمت شما عرض کنم که سی اس اف مخفف چی؟ مخفف خدمت شما عرض کنم که ماکروفاژ کلونین استیمولیت فاکتور. ماکروفاژ کلونین استیمولیت فاکتور، این نوعی ماکروفاژ دیگه، کلونین استیمولیت فاکتور. چون اولین بار این عامل محرک کننده تو ماکروفاژ ها دیدم به این اسم گذاشتن. یا همچنین یه عامل دیگری هم هست به نام ان خدمت شما R-A-N-K-L یه عامل مخفف چیزی هست بنام Receptor Activator of Nuclear Factor K-B. دقیقه اینا میرن تأثیر میزن از طریق این بر استوکلاست. خب اینا شاخص هایی هست که ما گفتیم. این شاخصی هست، یه شاخص هم که من یادم رفته بود، اطراف هر کدوم از این سیستم های هاورز یک ساختار خاصی وجود داره، یک ساختار خاصی وجود داره، میگن خطوط سیمانی. حتی هر کدوم از اینا وجود داره، سنتون لاین، سنتون سابستن، خطوط سیمانی، حتی هر کدوم وجود داره، حتی هر کدوم از اینا وجود داره. این فرقش چیه با این استخون ها، بافت استخون ها؟ دو تا تفاوت داره. یک، ببینید این ECM ها جزء استخوان، جزء ECM، جزء اطرافش، میزان کلاژنش خیلی کمتر از استخوانه، کلاژنش کمتر از استخوانه و میزان گرانسابستندش، گرانسابستند یا ماده زمینیش بیشتر.
این کارش چیه؟ این اطراف دو تا استونهای مجاور به همدیگه وصل میکنه، چسبناک میکنه. بافت رو چیکار میکنه؟ چسبناک میشه این دو تا به همدیگه وصل بشن. چون اگر یادتون باشه ما بافت وقتی تعریف میکردیم میگفت تشکیل شده از سلول ها، سل برای چی؟ برای ECM. خود ECM که میخواستیم تعریف کنیم میگفتیم ECM از دو قسمت تشکیل، یکی رشته ها فیب، یکی هم چی؟ ماده زمینی گراند سابستند. گراند سابستند توی اینا، توی اینجا رشته هاش کمتر هست ولی گران سابستن زیاده. بخاطر میگن خط سیمانی چیز خاصی نیست. همین تفاوت هم داره. مجرد گفتن هم که گفتم خدمت شما عرض کنم که دیگه سیستم ورکمن هم که گفتم. آها یک چیزی هم نگفتم که اینجا واقعا باید ببینم. اما یک سری تیغه هایی وجود دارن تو سمت خارج استخوان، تو سمت خارج هم به این صورت تیغه هایی هستن که دور تا در خارج رو پوشونده. تیغای استخوانی هستن، همین ساختار استخوان. یه سری تیغایی هستن که داخل اطراف کانال مرکزی هستن، این هم متعدد رو میبرد. چند تا تیغه این تیغه هست، تیغای استخوانی به همین صورت درسته؟ تو ساختار وجود داره. یعنی این تیغه ها هستن، تیغای خارجی و تیغای داخلی و بعد سیستم هاورس یا کمپکت بون یا سیستم هاورس یا کمپکت بون. به اینا میگن چی؟ خدمت شما عرض کنم که اینه سیرکوم فرنشیال لامبر. اینو میگن اینه سیرکونفرنس، اینه سیرکونفرنس لاملا لاملا. اینو میگن چی؟ آتل. سیستم تیغه های مدور یه جور دیگه ساختاری، تیغه های مدور داخلی و تیغه های مدور خارجی، چیز خاصی نیست. این برای چی ها رو بعدا تو استخوان سازی دیگه متوجه میشید اینا چه ساختار هایی دارن، اینا چه ساختار، چرا اینا تشکیل میشن، چرا اینا به این صورت تشکیل میشوند. بس تیغای مدور داخلی و تیغای مدور خارجی هم گفتیم چیز خاصی نیست. اینجا تیغای متعدد مرکز به صورت استخوانات اینجا دور تا دور کانال مرکزی پوشوندن. تیغایی که ساخته میشن از استخوان به نام اینر سیرکونفرنشیال لاملا، اینا خارج از خارج استخوان میگن آتر سیرکونفرنس لاملا. خسته نباشید، تو ویدیو بعدی در مورد ادامه بافت استخوان با هم صحبت میکنیم.